سلام دوستای عزیزم، به کانال ATX Cars خوش اومدید. خب ما برنامه هم اینه که خب این اونتادور رو من قبلا پرینتش انجام داده بودم، بعد مدل خیلی کوچیکش فقط پروتوتایپ که ببینم چجوری میشه. حالا الان برنامه هم اینه که یه سری قطعاتش رو یک به یک بزنم، یعنی به همون اندازه واقعیش که ببینم که دقتش شروعیه، که بعد بتونیم یه مقدار تغییرات روی قطعاتش انجام بدیم. حالا این دقیقا همین مدلی نیست که من دارم استفاده میکنم، حالا این مدل قدیمتره برای من، یه مقدار مدل جدیدش هست که اینجا 3D هم هست. ما میریم فعلا از این لیپه جلو میخوایم شروع کنیم که باید اول توی نرم افزار یه مقدار کار انجام بدیم، بعد بریم پرینتش انجام بدیم و بعد ادامه داستان. با ما همراه باشید، پروژه جالبی میشه. خب بریم اینجا با هم. من یه مدل خیلی کیفیت پایین دارم، لوپولیه، بعضی میخوام حالا فعلا برای نمونه استفاده کنم، نمونه اولیه، تا ببینم که چون حالا اینجا که میبینین همش پلن و صفحه های مختلف با پترن های مختلف گذاشتم، که چون که پرینترم کوچیکه باید تقسیم بندی کنم، حتی این جهت هم اینا رو از این صفحه ها استفاده میکنم. حالا یه نمونه رو بریم با هم که بهتون نشون بدم که چجوری آماده کردم که پرینت بگیرم. بعد از اینجا از اسپلیت استفاده میکنیم، این صفحه رو انتخاب کردم که قسمت جلوه. بعد از سیستم من خیلی قدیمیه، سرعتش پایینه. خب ببینیم که نتیجهش چی میشه. خب اون قسمتی که هایلایت شده رو میگه که کدوم قسمت رو میخواین، کدوم قسمت نمیخواین. حالا برای ما برعکسه، ما این قسمت جلو رو لازم داریم، قسمت عقب رو نمیخوایم. بعد ببینیم نتیجه به ما چی میده. آره دقیقا هم قسمتی که من اینجا پلن گذاشته بودم برامون کات کرد. و حالا برنامه اینه که باید قسمت این لیپه جلو رو فعلا کار کنیم و بعد دیگه من همینطوری تیکه تیکه جدا پرینت میگیرم، بعد با هم نصب میکنم و بعد میره برای مرحله تست که حالا نتیجه رو حتما بهتون میگم. حالا مثلا من الان این قطعه هم دوباره براتون انجام بدم که من الان فعلا فقط اینو لازم دارم، حالا قسمت بالاش هم بعدا چی میکنم. الان این یه قسمت رو من میفرستم توی پرینتر که پرینت گرفته بشه. حالا بریم بعدا ادامه پرینت دوباره ادامهش رو بهتون نشون میدم. همونطور که بخش قبل قول داده بودم که اون قطعاتی که رو سلایس کرده بودیم، بریده بودیم و داخل نرم افزار جدا پرینت گرفتم. حالا تیکنسش خیلی کمه، حالا برای من توی این مرحله خیلی فعلا مهم نیست، من میخوام اون شکل هندسی کلیش به دست بیاد که ببینم مثلا کیفیت شروعیه، تولرانسش. یه ذره فقط میخوام که برای اولین بار یه دونه با یه پرینتر خیلی کوچیک مثلا یه دونه قطعه یک به یک و اندازه واقعیش بزنم. بعد میبینی حالا یه سری قسمت هم واقعا کیفیتش چون که شیپ داشت کیفیتش خوب نشد، ولی خب اون چیزی که هدفی که داشتم و حقیقتا به من میده. حالا میبینی حدودا 11 تا قطعه میشه که من همه اینا رو با هم اسمبل میکنم، بعد یه نتیجه اولیه با هم میبینیم و تا ببینیم بعدش بره برای مرحله بعدی که ببینیم کدوم قسمت ها رو میتونیم انجام بدیم. حالا من میرم که این 11 تا رو با هم اسمبل کنم تا ببینم نتیجه کار شروع میشه، که حالا یه نمونه 3D هم اینجا دارم که بهم کمک کنه که پیدا کنم که کدوم قطعه واسه
کدوم قسمت هست. بریم برای مرحله بعدی. مرسی.